بروايات بقى روايات دجا غير ما مسلم رواية دجا وحل وحله ومره وشيرنيش وتلخي يعني شيء كه همه چیزی که خدا خلق کرده چی خیر باشه چی شر باشه چی شیرین باشه چی تلخ باشه چی مقبول باشه یا بدرنگ باشه کلش به خلق خداست خدا, خدا عزوجل خالق همه چیز است و در نسبت این احادیث زیاد است و آیات زیاد است و از جمله مسائل است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفته که یعنی از جمله از مسائل است که به صحت از شر، شروط صحت ایمان است یعنی یک مسلمان از جمله چیزای است که باید از ایمان داشته باشه برای قدر و این مسئله بسیار مهم است واهه مهم نمی بود پیغمبر علیه الصلاة واسلام یاد نمیکرد در حدیث که ایمان که پرسانش کرد و گفت که جبریل آمده ک شمار دینتانه یاد بته یاد نمیکرد به راجه قدر اهر چیز بسیار مهم نمی بود و خدا عز وجل د آیات بسیار یاد کرده به راجه قدر که همه چیز به قدر خدا میشه یعن همه چیز به علم اراده و قدرت خدا میشه و خا عزوجل به علم ازلی خود همه چیزی که میشه وقت میفهمید و وقتی که آصل گرفت وقتی که شد به قدرت خدا شد و به اراده خدا یک برگ از درخت نمفته بدون اراده خدا از دیگه همه چیز به قدرت و اراده و علم خدا از میشه و بایی مسلمان باید ایمان داشته باشه در ازل خدا از اراده اش بود که چیزایی که همه چیزی که میبینین هر حرکت، هر سکون بودن و هر چیزی که در زمین آسمان است زرهایی، زرهاتی که در ریگها و در دشتهای بیابان و در, در بحر است کلش به علم خدا، به قدرت خدا در وجود آمده و به اراده خدا عزوجل و خدا عزوجل امر کرد قلم خلقت قلم الاعلى كاز جملة اولين مخلوقات بود بعد بو از اولين مخلوق او بود بعد بو عرش مجيد بعد قلم الاعلى باز چرم لوح المحفوظ ده لوح المحفوظ خدا عز وجل قلم خلقت و لوح المحفوظ خلقت و بقلم كن نشتا كنا همه چيزي كه ميشه ده لوح المحفوظ هر چيزي كه نشته است مثل که پیشتر گفتم امام علی رضی الله عنه در دست خود فشار داد و گفت حتی ای نشته است در لوح المحفوظ و هر برگ که از درخت مفته نشته است هر گفتار که میشه هر حرکت میشه هر کار خیری که میشه و هر کار شر که میشه نشته است اونجا هیچ چیز از, از او غایب نیست همه چیز خدا عزوجل برای همه چیز میفهمید و با قدرت خدا در وجود آمد خدا خلقش کرد و به اراده خدا میشه همه چیز و از او خاطر این مسئله بسیار مسئله مهم است که در لوح المحفوظ همه چیز نشته است و اینی ما به حساب میگیم که تقدیر قسمت یعنی هر چیز میشه به تقدیر قسمت و و کسی که منکر منکر عزیز باشه منکر قدر باشه مثلا میگه که در بعض فلم های اندستانی و امریکایی بعض وقتا میگن که ما خود ما تقدیر قسمت ما خود ما میکنیم این نشته نیست مگرم ما خود ما تقدیر خود نشته میکنیم و این برخلاف خلاف شریعت است و تکذیب به قرآن و تکذیب به گفتار پیغمبر علیه الصلاة والسلام و الانبیاء است و تکذیب شریعت اسلام است از او خاطر متوجه باشین از این کلام و اولادتان یاد بتین که همه چیز که میشه به تقدیر قسمت میشه به قضا و قضا و قدر میشه همه چیز نشته شده بود و همه چیز خدا برای همه چیز میفهمید و همه چیز به قدرت خدا حاصل شد و همه چیز به اراده خدا میشه و از او خاطر کسی که منکر قدر باشه از جمله مؤمنان نمی باشند از جمله مسلمانان نمی باشن اگر که به زبان خودم بگوید که من مؤمن مسلم هستم در حقیقت نه مؤمن است و نه مسلم به خاطر که از جمله چیزایی که ایمان باید داشته باشه برش او از جمله چیزایی است که پیغمبر علیه الصلاۃ و السلام و خدا عزوجل در قرآن فرموده و باید است که ما به او ایمان داشته باشیم و پیغمبر علیه الصلاۃ و السلام براجی عزی گفت قال سته لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي محاب والمكذب, بالقدر والمكذب بقدر الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمود اي حديث كما لعنت لعنت ما بالاي شش نوى ولانت خدا سرشونه است كل پیغمبرا المحاب لعنت خدا لعنت ازوام دا سرشونه است و از جمله شش چیز ذکر کرد و از جمله و والمكذب بقدر الله کسی که تکذیب نفي نفی میکنه منکر رد میکنه مسئله قدره لعنت خدا و رسول کل و پیغمبرات بالای با از است از او خاطر یک بسیار مسئله مهم است که فهمش آسان است به کسی که خدا از وجل ارادهش باشه که او به کسی که خدا از او را هدایت کرده باشه بسیار مسئله آسان است این مسائل که یاد کردم به همه گی آسان است مگر متاسفانه بعض مردم هست مثل که در زمان گذشته بود و حتی دمی زمان هم هست های مسئله ره فهمشه درست نمی فهمن و بخلاف ازای گپ می زنن و در گذشته از او جمله نفرا که بود که منکره و رد میکردن ای کاره و نفی میکرد قدر خدا ره عز وجل و به نام قدریه ذکر شدن معروف بودن القدریه از یک فرقه معتذله بود بعض معتله که به قدرهم اعتقاد نداشت و القدریه بودن که و از جمله مؤمنان نبودن و به گفتار از وا می که بنده خالق اعمالش خودش است خودش اعمال خود خلق میکنه میگن که خدا خلقش کرد انسانه باز بعد از انس انسان